همراه میشیم با همکارم مرتضى کاظمیان اینجا در استودیو. خب آقای کاظمیان، ویدیوهای بسیاری دیدیم از قطعی برق. چه عوارضی داره این قطعی گستره برق در کشور؟ واقعا قابل برآورد نیستش، یعنی خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیمش واقعا قابل برآورد نیست. یعنی اگر از حوزه ابتدایی ترین حوزه معیشت و زندگی روزمره شهروندان نگاه کنیم بهش، یعنی جایی که این اختلال به ویژه در تابستان، حالا این موج جدید گرمام که قرار بیاد، هواشناسی گفته در برخی نقاط کشور به 50 درجه میرسه هوا، در استان‌های جنوبی یک طور، در استان‌های شمالی که هوا شرجی به یک شکل، مراکز دیگه فرقی نمی‌کنه، نقاط مختلف کشور، خب ابتدایی ترین سطح زندگی افراد رو داره مختل می‌کنه. قطعاً در رابطه با وضعیت بیماران، کسانی که چه در بیمارستان، مراکز درمانی، کلینیک‌ها، حتی مراکز دانشگاهی، کسانی که برای کار دندانپزشکی عادی دارن مراجعه می‌کنن، تا کسانی که در خانه دچار اختلال کرده، اینها رو در یه سطح فراتر به کسب و کارها آسیب رسونده. یعنی در اوج ساعت کاری اینها با قطع برق عملا نمیتونن گردش معیشت خودشون رو تعقیب کنن و داره به ضربه میزنه به صاحبان مشاغل مختلف همزمان با بحران کرونا. یعنی به هر حال این همه گیری کرونا به اندازه کافی لطمه اقتصادی داشته، حالا این داره اضافه میشه بر اون و باز مشکل اینجاست که این اختلال در وضع برق خاموشی همپوشاری پیدا میکنه با قطعی آب. یعنی در خیلی از مجتمع‌های مسکونی به خاطر اینکه نمیتونن پمپاش کنن آب رو به اون مخازنشون، قطعی برق مساوی هست با نداشتن آب و بعد از تخلیه اون مخازن باز دوباره امکان پر شدن اونها نیست به خاطر قطعی برق و اینکه این طولانی میشه. و در حوزه فعالیت‌های دیجیتالی، قطع اینترنت، یعنی این وضعیت رو وقتی محاسبه کنیم در سطح سطوح مختلف از زندگی فردی گرفته تا معیشتی و در صنایع بزرگتر، اونجایی که برمیگرده به بیکار شدن خیلی از کارگران، اینکه اضافه کار اونها مخدوش میشه، اینکه واحدهای تولیدی دارن خسارتهایی میبینن که این قطعا تحمیل خواهد کرد یک هزینه‌های جدیدی به اونها و این خودش رو در موج بعدی گرانی و تورم و حتی کمیابی برخی کالاها نشون خواهد داد. یعنی واقعا کشور وارد یک مداری شده که یک معضل پیچیده ایجاد کرده که این خب هیچ چشم‌انداز متاسفانه روشنی هم براش وجود نداره. خب چقدر با این وجود امید هست به تغییر این شرایط؟ خب خود مقامات مسئول دارن میگن هفته‌های آتی این وضع ادامه داره، وضع اضطراری، وضع بحرانی کش پیدا خواهد کرد. این در ظاهر مشکل برقه، اما مثل دیگر مشکلات گره میخوره با کلان سیاست در ایران. یعنی اونجایی که اقتصاد کشور آسیب دیده، مدیریت ناکارآمد و بیکفایت، به ویژه در کنار اون سیاست‌های غالب در کشور، اونچنان که باید صنعت برق رو در این سالها بازسازی و نوسازی نکرده، متاسفانه برق کشور به جای اینکه بره تمرکز کنه روی انرژی‌های پاک، مثلا انرژی خورشیدی که در ایران هستش، رفته به طرف سرمایه‌گذاری فرضاً در حوزه انرژی اتمی و نیروگاه هسته‌ای. که جالبه من اینجا اشاره کنم، نیروگاه برق اتمی بوشهر که گفته میشه بیش از 22 میلیارد دلار، تازه ارقام برآوردهای معمولی هستش، بیش از 35 سال براش سرمایه‌گذاری شده، هنوز نتونسته وارد مدار بشه. و همزمان مثلا یک نیروگاه برق در ابوظبی با حدود 900 میلیون دلار، یعنی یک بیستم اون چیزی که در بوشهر شاهد بودیم، شروع کرده، در دو سال ساخته شده. این گره خورده با اون دیپلماسی جمهوری اسلامی، با اون تحریم‌ها، تحریم‌هایی که مبدأش همین سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامیه، که کشور رو درگیر یک وضعیتی کرده که حالا آسیبش رو باز دارن شهروندان عادی می‌کشن، وگرنه قطعاً امثال آقای خامنه‌ای، آقای جنتی و صاحبان زیر کولرهای گازی در امکاناتی که دارن، اونها دارن زندگی خودشون رو ادامه میدن و آسیب رو داره جامعه ایران متحمل میشه. ممنون از توضیحات شما همکارم مرتضى کاظمی، اینجا در استودیو همراه من بودید.